سلام رفقا، حال و احوالتون خوبه؟ آقا اعصاب صیدلی با تحریما رابطه مستقیم داره، یعنی تحریما بعد جوری کشیده به اعصاب عظما. ولی فقیه بخت برگشته چند روز پیش از پای منقل بلند شد و یه فیل زهر خورده به نام اقتصاد مقاومتی هوا کرد. اونم چه هوا کردنی. اگر سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به طور جدی پیگیری و اجرا شود، امید زیادی وجود دارد که رونق اقتصادی و اصلاح پایه‌های اقتصادی کشور در میان مدت محقق و بخشی از مشکلات مردم حل شود. اول کار همه شروع کردن به حلوا حلوا کردن جدیدترین ایده ولی فقیه زهر خورده. شیخ فری تو هرمزگان واسه اقتصاد مقاومتی اینجوری کف زد: سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد و دولت کاملا خود را آماده کرده است تا به این سیاست ها جامعه عمل بپوشاند. بزغاله نظام که دوری نجف آبادی باشه شروع کرد به ریسه رفتن و حلوا حلوا کردن طرح ولی امرش. بعدم گفت همه اراذل و اوباش در رابطه با این طرح اتفاق نظر دارن و خلاصه نظام تو صلح و صفای کامل به سر میبره. این 24 محوری که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد، فرایند تقریبا فکر برنامه ریزی کشور و کارشناسان و صاحب نظران بود، چون اول این محورها به نحوی در دفتر مقام معظم رهبری و دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام تقریبا بررسی میشه، نقد و بررسی کامل میشه، کمیسیون های مختلف روش نظر میدن، بعد به عنوان سیاست ها به مجمع داده میشه و سرانجام به عنوان عرض کنم دستور و فرمان به قوای سگانه و مجمع تشخیص مصلحت نظام برای عملیاتی شدن ابلاغ میشه. اما هنوز 10-12 روز از این داستان نگذشته بود که یهو قضیه ترک برداشت و شکاف ولایت شکفت. شربت مداری از اقتصاد مقاومتی یه چماق تراشید و کوبیدش تو ملاد شیخ فری. یقیناً اگر مدیر لایق و دردمند و دغدغه‌داری برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی به کار گمارده شود، نه از تشر و اخم دشمنان بیرونی می‌هراسد و جا می‌زند و نه در میانه راه درد مردم را فراموش می‌کند و همه راه‌ها را به غرب و بیرون مرزها ختم شده می‌داند. از اون طرف ورق پاره های کوسم مثل همیشه آدرس شیطان بزرگ رو دادن و اقتصاد مقاومتی سیدعلی رو چسبوندن به قبله آمال اکبرشاه. در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی که اخیراً از سوی رهبری ابلاغ شد، بر استفاده از توسعه پیوندهای راهبردی و گسترش همکاری و مشارکت با کشورهای منطقه و جهان به ویژه همسایگان تأکید شده است، زیرا هنگامی که روابط کشورمان با منطقه در هم تنیده شود، کشورهای همسایه زیر بار وضع تحریم‌های جدید نمی روند. بابا کار این کوسه از سیریشکاری گذشته، میگه باید تنیده بشیم، یعنی میخواد ریش ولایت رو ببافه به کراوات غربیا. حالا سوال اینجاست که صیدلی خودش این وسط کجاست؟ اینطور که پیداست عظمای آویزون در حال تاب خوردن بین این وریا و اون وریاست. ولی فقی نگو، پاندول بگو. دوره ملا دیگه آخر شده، شیخ ترور وارسن تر شده، صیدلی کف کرده سر دراهی، بد بوده حالش حالا بدتر شده. غنی کنه بمبشو صاف میکنه فکشو، غنی کنه بمبشو صاف میکنه.
میکنن فکشو، بندازه بالا زهرو میچینن اون دنبشو، بندازه بالا زهرو میچینن اون دنبشو. هاشمی از عاقبتش ترسیده، ماست و خیار و جام زهرو چیده، سیدلی جای این کلب تر کنه، منقل و بمب و هستر و چسبیده، غنی کنه بمبشو، صاف میکنه فکشو، غنی کنه بمبشو، صاف میکنه فکشو، بندازه بالا زهرو میچینن اون دنبشو، بندازه بالا زهرو میچینن اون دنبشو. صاف میکنم فکشو، غنی کنه بمبشو، صاف میکنم فکشو، بندازه بالا زهرو میچینن اون دنبشو، بندازه بالا زهرو میچینن اون دنبشو، بندازه بالا زهرو میچینن اون دنبشو.